بانم و یاد خدای بزرگ و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه های درون کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان تهران، شهر زیبای شهریار هستش و سوژه گزارش امروز ما معرفی میشه به صنایع دستی و همینطور موزه شهر زیبای شهریار، معرفی آثاری که به هر حال اساتیدی دارن اون رو خلق میکنن و شما میتونید به یک عنوان سازه داشته باشین و همینطور یک چهره ای از گذشتگان ما که با افتخار میتونیم به اون گذشته یاد بکنیم. شخصیت هایی مثل فردوسی، ابن سینا و ده ها شخصیت و مشاهیره که ما در کشورمون ایران داریم و بهشون میبالیم. اما آقای ایمانزاده همراه ما هستن، هنرمندی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن. سلام علیکم، شما داشته باشیم با بینندگان همسفر. عرض سلام و سلامتی دارم خدمت هموطنان عزیزم که بیننده برنامه وزین همسفر هستن. زنده باشه. آقای ایمانزاده برامون توضیح میدین کارتون، هنرتون چیه دقیقا؟ مجموعه ما حدود 20 سالی تو منطقه شهریار فعالیت داره. خب اساس کار ما و عنوان کار ما حجم سازی یا مجسمه سازی هست. بعد جزء صنایع دستی میشه دیگه. بله جزء صنایع دستی هست و مجوزمون هم مجوز تولید کارگاهی صنایع دستی هست. صنایع دستی. حجم سازی یا پیکر با پیکر تراشی فرق داره؟ نه اینا همشون زیر مجموعه همون حجم سازی هستن. مجسمه سازی اضافه میشه. نیم سردیس میسازن، تندیس میسازن، آرایه های معماری میسازن، اسباب بازی میسازن. همه اینها تحت رشته حجم سازی تعریف شده. حتی برای میادین بزرگ با حجم بزرگ هم میشه. المان هایی که برای شهرها ساخته میشه اونا دقیقاً زیر مجموعه عنوان حجم سازی هست. خب من الان تندیسی از فردوسی رو در دستانم دارم و زال که به هر حال در شاهنامه بهش اشاره شده. بله. و داستان سیمرغ و هفت خان رستم یه جورایی. بله. دیگه باید بهش اشاره بکنیم. سیمرغ مال عطار بود، اشتباه گفتم ببخشید. هفت خان رستم. این سازه ها به چه شکلی به نظر شما میاد و چه جوری خلق میشه؟ عبد سیمرغ در شاهنامه هم هست. بله. کلیشه اسطوره‌ای داره، از سعین مرغه گرفته شده که در طب سنتی ایران یکی از اسطوره های طب سنتیه. آهان سیمرغ هست. بله خود سیمرغ هم تیمارتار زال بوده دیگه. آها ما قبل آره از پرش عطار... آتیش میزده میومده. بله. یه چیز از عطار ما سیمرغ رو در داستان های شاهنامه داشت. درست گفتم. سیمرغ، زال و شخصیت های هفت خان رستم. یکم بلندتر صحبت کنید آقای. بله. نوری میگن و ادامه بدین اصلا اون روال کار به چه شکلیه؟ این رشته که حجم سازیه، البته من اینها عنوان و فرمهایی هست که بهانه‌ای بشه ما یه سری مفاهیم رو در اختیار جوانهای کشورمون قرار بدیم. من نگاه هم به این تندیس ها و سردیس ها نگاه ابزار کمک آموزشیه. تاریخ ایران زیبایی های زیادی داره و مناسبت داره با عنوان این برنامه که همسفره. ما سعی کردیم هموطنان خودمون رو در یه سیر و سفر تاریخی قرار بدیم، این عناوین تاریخی رو بیاریم داخل خونه های مردم که باعث ایجاد گفتمان بشه بین جوانای و هموطنان خودم. بساره. آقا چجوری میسازین یک سردیس یا یک تندیس؟ با چه ابزاری؟ مواد اولیه‌اش چیه و چجوری تهیه میشه؟ برای ساخت تندیس ما نیاز به یک مدل داریم. این مدل نیازمند یک طراحی خوبه. خب که طراحی میشه و یک مدل ساخته میشه که میتونه با متریال‌های مختلفی ساخته بشه، مثل خمیر، مثل گل، مثل گچ، مثل چوب یا سنگ. یه مدل اولیه که به صورت مدلاژ در میاد ساخته میشه، از روی اون ما یه قالب تهیه میکنیم. قالب‌های دستیه، قالب صنعتی نیست که در روز میشه از بعضی از قطعات 5-6 تا، از بعضی از قطعات در روز یه دونه میشه از اینا تولید کرد با متریال‌های مختلف. هم میتونه با متریال‌های سنتی مثل سیمان، گچ ساخته بشه و هم میتونه با مواد پیشرفته مثل رزین‌های پلی‌استر یا بتون‌های کامپوزیتی که همه این مراحل تو مجموعه ما داره انجام میشه. خیلی سبک هم هست نسبت به حجمی که داره. این داخلش رو توخالی در آوردیم که برای هزینه‌های حمل و نقل و کاهش بده، مخصوصا برای صادرات. درسته. و این شکلی که ما داریم می‌بینیم شما تک تک با کار دست انجام شده؟ همه مراحل کار با دست. با دست هستش. خب بعضی از اشیایی که از خیلی قدیم به یادگار مونده، چند صد سال قبل، چند هزار سال قبل
و حتی ما وقتی به موزه ها سفر میکنیم به پیش از تاریخ هم میرسیم. آثار ارزشمندی که از گذشتگان ما حتی انسان‌های اولیه ممکنه به دست اومده باشه و یک زمان کاربردی باشه و الان جایگاه اونها داخل موزه ها هستش و ما به عنوان یک بیننده وارد موزه وقتی میشیم به تاریخ و تمدن کشورمون بیشتر پی میبریم. میریم یه سری به موزه شهریار میزنیم، با این مجموعه آشنا میشیم، برمیگردیم در ادامه آشنا میشیم با هنری که جناب آقای فامیلتون ایمانزاده اسخای میکنم، آقای ایمانزاده دارن انجام میدن و دارن این کار رو خلق میکنن. ببینیم مراحل این کار به چه شکلیه. همراه و همسفر ما باش. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. بنده محسن سعادتی هستم، رئیس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار و مدیر موزه باستانشناسی و فرهنگ و هنر شهرستان شهریار. ما الان در موزه فرهنگ و هنر و باستانشناسی شهرستان شهریار هستیم. آثاری که توی موزه ما وجود داره مربوط به دوران پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی هستش. آثار دوران پیش از تاریخمون مشخصا مربوط به هزارهای چهارم و پنجم قبل از میلاد حدوداً 7.5 یا 8000 سال پیش هستش. بیشتر مربوط به فرهنگ سیل که دو سه هستش. آثار شاخص دوران پیش از تاریخمون مشخص هستن. بیشتر رنگ و نقوشی که روشون وجود داره منقوشه، یعنی به صورت حکاکی ها و حتی به صورت نقشه کنده روی این آثار وجود نداره. و همچنین آثار بعدیمون مربوط به دوران تاریخی هستن. ما آثار شاخصی از دوران تاریخی به خصوص دوره اشکانی و ساسانی توی موزه شهریار داریم. آثاری شامل کوزه ها، کوزه‌ای که از آن به عنوان آبخوری و حتی محل نگهداری اشیا ازش استفاده میشد. یکی از آثار شاخصی که توی موزه وجود داره تنگ فلزی هستش که مربوط به دوره هخامنشیه و دارای کتیبه های به خط میخی هستش. تا کنون با توجه به پژوهش‌های کمتری که روی موزه شده، آثار اینجا هنوز مطالعه و پژوهش خاصی روش انجام نشده. انشالله در سالیان آینده میتونیم روی این آثار پژوهش‌های خوبی انجام بدیم که بتونیم آثار رو به بینندگان معرفی کنیم. و همچنین آثار دیگه که وجود داره مربوط به دوران اسلامیه. آثار و شواهد دوران اسلامی توی این موزه بسیار شاخصش هستش. از جمله کوزه‌ای که وجود داشته، کوزه‌هایی که مربوط به آثار دوره سلجوقی و حتی تا دوران صفوی تو موزه شهریار وجود داره. آثار دوره سلجوقی سفالاش بیشتر نشون دهنده سفال‌های تک رنگ با لعاب فیروزه‌ای و همچنین سفال با نقوش زرین فام هستش. بعد آثار بعدیمون آثار شیشه‌ای مربوط به دوره سلجوقی که توی منطقه پیدا شده و یک سری سنگ قبرها هستش که به صورت تک از قبرستانایی که بهسازی و یا پیشرفتی که توشون ایجاد شده به موزه شهریار منتقل پیدا کرده. در خصوص اشیاء دیگه موزه عرض کنم که یک سری اشیاء دیگه که تو موزه وجود داره مربوط به سکه ها هستش. سکه هایی که مربوط به دوره اشکانی، ساسانی و یا قرون اولیه اسلامی وجود داره که عمدتاً در اثر اشیایی که به صورت غیر مجاز بوده و توسط آگاهی به موزه شهریار منتقل شده. لحاظ هویتی مشخصی مربوط به کجا است، ولی اون چیزی که مشخصه مربوط به فرهنگ و هنر این سرزمینه.
یکی از مهمترین آثار شاخصی که توی موزه شهرستان شهریار وجود داره تنگ سفالی هستش که مربوط به دوره پیش از تاریخ. روی این سفالی سری نقوش بزمانند وجود داره که به صورت متحد و شکل تو دوائر این سفال نقش بسته که به احتمال زیاد مربوط به فرهنگ سیلک هستش. آثار شاخصیه که به عنوان تحت عنوان اشیاء عتیقه توسط پلیس آگاهی به شهرستان شهریار تحویل داده شده. از آثار شاخص دیگری توی موزه شهریار اشیاء مفرقیشه توی سالن دوم مخزن موزه، اشیاءی که به صورت سرپیکان، تبر و حتی به صورت خنجر توی موزه نگهداری میشه. اشیاء با توجه به اینکه توی مدت زیادی توی فضای بسته بوده به صورت زنگار و سبزرنگ شده. از شاخص‌ترین ویژگی‌های مفرق اینه که تبدیل رنگش به سبز میشه و مربوط معمولا با توجه به که اولین بار تو منطقه لرستان پیدا شد به عنوان مفرق‌های لرستان مطرح شده. و همچنین آثار شیشه‌ای که تو این موزه وجود داره شیشه هایی است که به صورت انواع مختلف تولید شیشه توی دوره سلجوقی تو این موزه وجود داره. یکی از آثار شاخصی که تو موزه وجود داره تحت عنوان یک عدنان هستش که دو تا صورتک زن روی این شیشه وجود داره و همچنین یک تنگ مفرقی رو توی موزه شهریار ما داریم که احتمال زیاد به عنوان آبخوری ازش یاد شده. روی منتهیلای دستش یه نقشی وجود داره تحت عنوان نقش صورتک که به عنوان آثار شاخص توی موزه نگهداری میشه. و همچنین عرض کردم توی تو سخنم در رابطه با شما ما اینجا سنگ قبرها رو مربوط به دوره اسلامی توی این موزه شهریار وجود داشته و همچنین یک سنگ قبری اینجا وجود داشته که ما میگیم سنگ کتیبه اصطلاحاً که تو منطقه باغستانه و یک شخصی تو سنه 11 هجری یک چاه آب و حتی اون منبع آب خودش رو وقف کرده برای اهالی. ما اینجا تنها مخزن نگهداری اشیای غرب استان تهران رو داریم که توی شهرستان غرب استان تهران اشیایی که پیدا میشه به این موزه منتقل میشه. یکی از آثار شاخص و سه تا از اثرهای شاخصی که توی موزه شهرستان شهریار وجود داره سه تا نقاشی قهوه خانه مربوط به استاد احمد خلیلیه. خوشبختانه سه تا از اثرهای شاخص ایشون توی موزه شهریار وجود داشته که بیشتر سبک قهوه خانه کار میکردن، سبک تعزیه و همچنین مربوط به واقعه کربلا و همچنین صحنه قیام مختار رو توی این نقاشی ها به اصطلاح برای ما تصویر کشیده شده. عمدتاً با روی پوست آهو هستش. خوشبختانه طی یک بررسی ها پژوهشی که روی این نقاشی انجام شده انشاءالله توی این سال جاری ما این نقاشی رو به عنوان ثبت آثار منقول توی فهرست آثار ملی ایران براش برنامه‌ریزی انجام دادیم. خوشبختانه شهرستان شهریار با توجه به پتانسیلی که وجود داره از جمله راه‌های ارتباطی، وجود باغ‌های متعدد و همچنین نزدیکی به تهران به عنوان یکی از قطب گردشگری غرب استان تهران و یک منطقه پایلوت گردشگری تو غرب استان تهران مطرح شده. ما حدوداً 45 تا اثر باستانی داریم که 20 تا از این آثار ما به عنوان فهرست آثار ملی ثبت شده. یکی از آثار شاخصی که تو شهرستان وجود داره قره تپه هستش که مربوط به حدوداً 7000 الی 8000 سال پیش هستش. قره تپه یکی از آثار مهم فلات، یکی از مهمترین تپه های مهم فلات مرکزی ایران هستش که در شهرستان شهریار قرار داره. با توجه به اینکه در سال 1956 توسط برتون براون کاوش که شد آثار و شاخصه های اونو ما الان تو موزه های ملی و موزه های خارج کشور داریم که به عنوان سبک عنوان آثار قره تپه شهریار مطرح شد. Thank you.
خدا. با سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر، قاقالو هستم، مدیر داخلی مجموعه. در این مجتمع کارهایی که انجام میشه، اولین کار طراحی کار هستش، بعد از طراحی مدل سازی میشه از روی نمونه ای که مد نظر هستش، و بعد از تایید وارد قسمت قالب گیری میشه و با مواد مخصوصی قالب کار گرفته میشه. قالب کار وارد قسمت تولیدی میشه، در اونجا بسته به کار که فایبرگلس یا حالا مواد دیگه ای مورد نظر باشه کارها تولید میشه و وارد این قسمت میشه. در این قسمت اولین کار بر روی تندیس انجام میشه، پرداخت کار هستش. ایرادی اشکالی اگر روی تندیس باشه اینها برطرف میشه، ظرافت کاری های کار همگی مد نظر قرار گرفته میشه. بعد وارد قسمت پتینه میشه. خب با توجه به نوع کار و پتینه هایی که خب متنوع هستن و با توجه به سفارشی که خواسته شده، پتینه انجام میشه و وارد قسمت بسته بندی میشه. توی فازهای مختلفی داره این مجموعه. قسمت یه فاز برای مشاهیر و اسطوره‌های باستانی هستش، قسمت دیگه که روی تندیس‌های مشاهیر و مفاخر ایرانی هستش که بیش از 300 نمونه از این تندیس‌ها آماده هستش، و فاز آرایه‌های معماری و کارهایی که مورد استفاده در کارهای ساختمانی هستش در این قسمت انجام میشه، و کارهایی هستش که کارهای سفارشی و اختصاصی هستش که با توجه به نمونه‌های خواسته شده اینجا انجام میشه تماما، و با توجه به سفارشات این کارها آماده میشه. الان توی قسمتی از کار با فرچه دارن اون اثر رو تمیز می‌کنن یا رنگ می‌کنن؟ این قسمت میگن پتینه یا کهنه‌کاری، که این یکی از ظرافت ها و میشه گفت یکی از مهمترین قسمت های که روی کار انجام میشه، که حالت کهنه داده میشه به کار. از کدام پتینه های مختلفی روی کار انجام میشه، ولی یکی از اونها که بسیار هم مهم و حساس هستش همین کهنه کاری هستش، که یه ظرافت خیلی خاصی هم به روی تندیس ها داده میشه. بعضی از تندیس ها رو مشکی میبینیم، بعضی از اونها رو طلایی و بعضی ها سفید یا به قول شما قدیمی. مشکی ها چی هست؟ اینها با توجه به اون پتینه و رنگی که مشتری و بازار از ما خواسته بشه، با توجه به اون، خب حالا اون رنگش تعیین میشه. درست. رنگ های مشکی چه رنگ هستن؟ رنگ شیمیایی هستن، رنگ های گیاهی یا معدنی؟ نه، همشون که خب بیس کار یکی هستش، منتها اون پتینه ای که روی کار انجام میشه اون با توجه به اون درخواست مشتری انجام میشه. معمولا کوچکترین سایز و بزرگترین سایزی که تولید میکنه چه ابعادی هست؟ خب ما یه سری کارهای تعریف شده داریم که قالبشون آماده هستش و کلی سفارش جزء تندیسای کلیمون هستش، و یک سریام که همونطور که گفتم اختصاصی برای مشتری خاصی که یه کار خاصی رو بخوان. ولی خب از 2-3 سانتی کارهای ما شروع میشه تا 6 متر 7 متر با توجه به سفارش‌های بازارمون. ارتفاع کارامون میتونه بزرگتر هم باشه. چند ساعت از روزتون رو معمولا نیروها وقتشون اختصاص میدن به این کار؟ 8 صبح تا 5 بعد از ظهر تماما برای این کار اختصاص. درسته. و به عنوان صنایع دستی میشه بهش اشاره کرد؟ بله 100%، چون تمام کارها از قسمت طراحی تا قسمت مدل سازی، حتی قالب گیری، حتی اون تولید که حالا تزریق میشه توی قالب ها، و حتی قسمت پتینه که جزء ظرافت های کار هستش، تماما با دست انجام میشه. ما اینجا از هیچ وسیله و دستگاهی استفاده نمی کنیم. وقتی از موزه ها صحبت میکنیم و اشیایی که داخل این موزه ها هستن، یعنی هنر دست هنرمندانی که قرن ها پیش همونطور که در صحبت های قبلی هم اشاره کردم به یادگاری موندن، و ما این یادگاری ها رو میتونیم به عنوان یک اثر ارزشمند توی موزه ها ببینیم. اما اشیایی که اینجا و در این کارگاهی که الان هم هستیم و در موردش در بخش اول برنامه صحبت کردیم، جزء آثاری هستش که میتونه اونها رو یه جورایی زنده کنه و پویانماییشو داشته باشه. آقای ایمانزاده
فرزند آقای امامزاده هستین دیگه، درسته؟ خب برام توضیح بدین در بخشی که الان هستیم چیه؟ سلام علیکم داری بینندگان ما بفرمایید. سلام خدمت برنامه بینندگان برنامه همسفر. بعد این قسمتی که ملاحظه می‌کنید بخش تولید ما هستش که اول مواد اولیه که تهیه میشه اینجا ترکیب میشن با هم، بعد مواد دستی رو تشکیل میدن، این مواد تزریق قالب‌ها میشه. و به مرور حدود 10 تا 15 دقیقه زمان میبره که این مواد خودش رو بگیره داخل قالب. وقتی که این عمل انجام بشه این مواد رو از داخل قالب در میارن و شکل قالب رو به خودش میگیره. یه بوی خاصی هم داره میاد، بوی چسبه. این متریال ها یک سری هاشون مثل رزین خودش یک بوی داره که وقتی که ترکیب میشه به مرور این بو از بین میره و دیگه یه جسم بی بوی رو در نهایت به ما میدن. درسته. الان این قسمت پس قالب گیری هست، درسته؟ نه، این قسمت واحد تولید هستش. تولید. مواد اولیه میاد، ترکیب میشه، تزریق قالب میشه و از قالب در میاد و قبلا ساختن. بله. قالب هر دوره چند بار یه بار میسازیم؟ بستگی به جنس سیلیکون. مواد اولیه قالبمون از سیلیکونه. هر چقدر که مقاومت داشته باشه، توان داشته باشه که تولید در بیاد، حدوداً سالی یک بار یا دو سالی یک بار باید این قالب‌ها تجدید بشه. چون پارگی داره قالب، بعد اون دفرمه بودن خود قالب رو خواهیم داشت. بعد قالب گیری دو از نو انجام میشه. وقتی قالب گیری بشه میاد قسمت تولید که اینجا هستش که بچه‌ها مشغول میشن از همون قالب تولید میکنن. بسیار عالی. خیلی ممنون از توضیحاتتون. و اینکه چند نفر اینجا مشغول هستن؟ اینجا حدوداً 12 نفر مشغول هستن. 12 نفر به صورت مستقیم. به صورت مستقیم اینجا تو قسمت تولید هستن. بله. خیلی ممنون، تشکر از شما. از شما بینندگان عزیز برنامه همسفر هم دعوت می‌کنیم که در روزهای آینده همچنان همراه و همسفر ما باشین، چرا که از زیبایی‌های کشورمون ایران باز هم براتون میگیم. جای به جای ایران زیباست و یکی از مهمترین گزینه‌هایی که می‌تونیم بهش اشاره کنیم بحث خلق آثار ارزشمند صنایع دستی هست. چه کسانی که در حوزه‌های مختلف دارن کارو تلاش می‌کنن، حوزه کشاورزی، دامداری، دامپروری، گلخانه‌ها و فضاهایی که میشه بهش اشاره بکنیم. به هر حال جای به ایران ما دارای این ارزش‌ها هست و ما در برنامه همسفر داریم یک به یک به اونها می‌پردازیم و بهتون معرفی می‌کنیم تا انشالله در دوران سلامت شما وقتی به اون شهر و دیار سفر کردین بیاین از نزدیک از این جاذبه‌ها دیدن کنین و حتی می‌تونین به صورت کاملا مستقیم در واقع اون وسیله رو تهیه بکنین. چه میوه های باقی که در شهریار به هر حال در باغات شهریار به عمل میان و میوه های خوشمزه و فصلی هستند و در بخش کشاورزی هم اشاره شده که از دقیقاً اول بهار تا انتهای پاییز برداشت میوه رو به در فصول مختلف اینجا دارن، شما میتونید به صورت مستقیم از باغات خریداری کنین. چه صنایع دستی ارزشمندی که به هر حال در این شهر هست و هنرمندانی که دارن خلق این صنایع دستی رو انجام میدن. ما برای معرفی کشورمون سعی میکنیم سفر کنیم و سعی میکنیم که تمام نکات بهداشتی رو هم رعایت کنیم. دعا میکنیم که هرچه زودتر بیماری کرونا تموم بشه، سلامتی برگرده به کشورمون و باز هم دوران گردشگری رونق خودش رو بگیره. تا سوژه دیگه از برنامه همسفر، همه شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارت. We'll be right back.